جنگ تن به تن دانشجویان با بسیجی ها علی به آخر خط رسیده تهران و رقص دختران در چهل و چارمین روز خیزش سراسری مردم ایران علیه نظام دجال جمهوری اسلامی دانشگاه های سراسر کشور همچون هفته های گذشته شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان بود ویژگی اصلی اعتراضات حمله گسترده بسیجی ها و لباس شخصی ها به تجمعات دانشجویان بود که در برخی از دانشگاهها به درگیری شدیدی انجامید نظام صفاک جمهوری اسلامی از روز شنبه تلاش کرده است که با تشدید سرکوب دانشجویان را به عقب نشینی و پایان دادن به تجمعات اعتراضیشان وادارد حسین سلامی دجال فرمانده سپاه اهریمنی پاسداران روز شنبه با اختشاش خواندن اعتراضات گسترده مردم ایران معترضان را تهدید کرد که امروز روز پایان اختشاشات است دیگر به خیابان نیایید از جان این ملت چه میخواهید؟ حجوم نیروهای سرکوب و لباس شخصی‌ها به دانشگاه ها و خوابگاه های را باید در امتداد سخنان فرمانده دجال سپاه تحلیل کرد که تلاش دارد راهی برای سرکوب و پایان دادن به اعتراضات مردم پیدا کند با این حال دیروز و امروز دانشگاه های سراسر کشور شاهد اعتراضات وسیعی بود درگیری میان نیروهای لباس شخصی و بسیج در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال یکی از شدیدترین درگیری های میان دانشجویان و نیروهای سرکوب در روز یکشنبه بود. تجمعات دانشجویان در این دانشگاه با حضور وسیع دانشجویان آغاز شد که شعارهایی از جمله هیز تویی هرز تویی زن آزاد منم سر می دادند. تجمع دانشجویان این دانشگاه در ادامه با دخالت نیروهای سرکوب از جمله نیروهای لباس شخصی به خشونت کشیده شد در این درگیری ها دانشجویان و بسیجیان و نیروهای لباس شخصی با جنگ تن به تن به اعتراضات خود ادامه دادند و نیروهای دجال را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند دانشجویان فریاد میزدند سید علی به آخر خط رسیده و واقعا هم اینگونه شده دختران دانشجو دست در دست هم در حیات دانشگاه اقدام به رقص و پایکوبی نمودند و این جشن برازنده آنهاست پیش از این رقص و پایکوبی در شبکه های اجتماعی فردی را میبینیم که در ویدیو صحبت میکند یک لباس شخصی را نشان میدهد و میگوید توی کیفش کلت داره و چند ثانیه بعد فرد مزبور یک اسلحه کلت مانند را از کیفش خارج کرده و گلوله اشکاور به سمت دانشجویان معترض شلیک می کند. نیروهای سرکوب در جریان درگیری با دانشجویان در این دانشگاه با چوبهایی در دست در حیات دانشگاه حضور داشتند. ساعتی بعد در ویدئوی دیگری که حساب توییتری 1500 تصویر منتشر کرد یک دانشجو در گزارشی کوتاه از حبس دانشجویان در داخل دانشگاه و پرتاب گاز اشکاور و شلیک مستقیم به سمت دانشجویان خبر داد. در گیری های روزهای یک شنبه و شنبه و امروز در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال به حدی بود که اصر روز یک شنبه روابط عمومی دانشگاه آزاد با انتشار اطلاعیه‌ای به حوادث امروز این دانشگاه واکنش نشان داد. در این اطلاعیه با اشاره به اینکه دانشگاه نه جای فهاشی است، نه چوب و چماق و نه گاز اشکاور آمده است که برخی افراد با چوب و چماق به مراسم دانشجویان که مجوز رسمی از دانشگاه داشتند حمله کردند و متاسفانه صحن دانشگاه به هم ریخت. یکی از شاهدان عینی میگوید در دست برخی از حمله کنندگان چاقو هم بوده است این اطلاعیه همچنین از فردی سخن میگوید که در صحن دانشگاه گاز اشکاور شلی کرده است در دانشگاه آزاد پرند نیز دانشجویان با برگزاری تجمعات اعتراضی شعار از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران سر دادند دانشگاه آزاد اسلام شهر دانشگاه الزهرا دانشگاه دامپزشکی دانشگاه تهران، دانشگاه علامه تباتبایی، دانشگاه سوره، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی علامه، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، پردیس فنی دانشگاه بهشتی و ده ها دانشکده و دانشگاه دیگر در شهر تهران روز یک شنبه هشت آبان صحنه تجمع یا تحسن اعتراضی دانشجویان بود در خارج از تهران نیز دانشجویان در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردند دانشگاه کردستان در شهر سنندج امروز با اعتراض گسترده دانشجویان همراه بود به گزارش حساب توییتری 1500 تصویر دانشجویان در این دانشگاه شعار این دیگه اعتراض نیست شروع انقلاب سر دادند بر اساس ویدیوهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی تجمع اعتراضی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای سنندج برگزار شده است در این ویدئوها صدای آزادی 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 دانشجویان به گوش می‌رسد و همزمان دود قلیزی از حیات دانشگاه بلند است و دیده می شود که نیروهای سرکوبگر به سمت دانشگاه میروند. نظام صفاک جمهوری اسلامی در سیاستی سرکوبگرانه دانشجویان بسیاری از دانشگاهها را به اخراج از دانشگاه و خوابگاه تهدید کرده است و دانشجویان از جمله در اعتراض به این تهدیدها، در دانشگاهها دست به اعتراض و تحسن زدند. ده ها نفر از دانشجویان دانشگاه علامه پیامکی دریافت کردند که نشان می دهد به مدت یک ماه موقتا از دانشگاه و خوابگاه اخراج شدند. در این پیامک چنین آمده است. نظر به رفتارهای خلاف مقررات دانشگاهی شما در روزهای اخیر در دانشگاه به موجب این ابلاغیه به مدت یک ماه امکان حضور در کلیه اماکن و مجموعه های وابسته به دانشگاه از جناب عالی سلب شده و هر گونه ورود شما در بازه زمانی فوق الذکر غیر قانونی محسوب می شود طبعا اگر در خوابگاه نیز اقامت داشته باشید این ممنوعیت شامل اقامت در خوابگاه هم می شود در متن این پیامک همچنین ذکر شده است دانشجویانی که به صورت موقت اخراج شده اند باید منتظر رسیدگی به پرونده های خود در شورای انضباطی دانشگاه باشند.